تحلیل سوال رایتینگ تسک دو تست یک کتاب کمبریج هیجده که اخیرا اومده بیرون رو ببینیم سوالش چیه پرامتش میگه من توی کپشن هم گذاشتم پرامت رو The most important aim of science should be to improve people's lives To what extent do you agree or disagree with this statement? خب با آنالیز و تحلیل سوال شروع کنیم که چند تا قسمت خیلی مهم داره یکی اینکه در واقع سوال یا prompt ادعا کرده که the most important aim superlative مهمترین aim یا هدف ساینس باید should be should be یعنی چی؟ یعنی بهتره که بهتره که اینجوری باشه should be to improve people's lives خب اینجا ما موضوع improve people's lives رو داریم که خیلی موضوع در واقع جنرال و کلیه کلن سوالم خیلی کلیه تو improve people's lives کدوم people همه ی آدم ها سر تا سر دنیا خیلی کلیه پس ربطی به من یا کشور من یا شهر من یا فلان کشور نداره به طور کلی در جهت ارتقا و بهبود زندگی بشره کل مردم میگه که پس مهمترین هدف ساینس در واقع بهتره که یا باید که ارتقا بده در واقع زندگی آدم رو و در این جهت باشه و کار بکنه و حرکت کنه در واقع ساینس خب ما اگه بخوایم فکر کنیم به ایمپلیکیشناش که این ساینس در واقع کمک کرده خب به زندگی ارتقا و بهبود زندگی بشر توی موضوعهای مختلف مثلا فرض کنید مدیسن توی قسمت پزشکی خیلی کمک کرده خیلی از درمانا رو کشف کردن داروهای جدید، درمانهای جدید، روشهای درمانی و جراحی جدید خب این ربط داره به همون improve people's lives یکی از امپلیکیشن یا در, در واقع توافق با سوال مثلا فکر کنید ترانسپورتیشن خب چقدر کمک کرده که آدم راحتتر بهتر زندگی کنن از نقطه A به B با سرعت بیشتری و راحتتر برسن تو قسمت تکنولوژی مثلا کمیونیکیشن رو در نظر بگیرید که خیلی راحت شما الان از گوشیتون استفاده میکنید یه دکمه میزنید و با اون سر دنیا ارتباط تصویری صوتی هر جور که دوست دارید برقرار کنید خب اینا همش ایمپلیکیشن های یا مثالایی از تاثیر این که وقتی ساینس در خدمت بشر باشه در خدمت ارتقا و بهبود زندگی بشر باشه و کلی حالا موضوعی دیگه هم میشه بهش فکر کرد مثال های دیگه از یکی از راه های سپورت کردن یه ایده یا یه ادعا مثال زدن ایمپلیکیشن کجاها این قضیه استفاده شده و جواب داده نتیجهش چی بوده م? که سپورت کنی که پس, اینکه این که میگن باید اینجوری باشه ایده بدی نیست میتونه خیلی فواید داشته باشه خیلی خوبی ها و نتایج مثبتی داشته باشه شما این مثال ها رو تو حضه های مختلف میتونید بزنید یکی از روش یکی از روش های سپورت کردن میتونه باشه خودش اما حالا اگه بخوایم اون سمت قضیه رو هم بهش فکر کنیم آیا در واقع نظرمون چیه د موست important اینجا ادعا کردم مهمترین آیا این باید این باشه یا نه آیا هدف های دیگه هم هست که شاید به همین اندازه مهم باشن یا شاید حتی مهمتر باشن بستگی به نظر من داره بستگی به طرز فکره شما داره که میخوای رایتینگ و سر آزمون بنویسی مثلا من چیزی که به ذهنم میرسه نظر شخصی خودمه اینه که شاید خیلی موقعا خیلی از این پیشرفت ها که در خدمت بشر نهایتا اومده ابتدا اون ساینتیست ها اون دانشمند ها اونایی که مثلا ریسرچ انجام میدادن خیلی خیلی موضوعی که داشتن روش کار میکردن فاندمنتال بوده یعنی خیلی بیسیک بوده مثلا فرض کنید ریاضی محض یا فیزیک محض تحقیقات انجام میدادن ریسرچ اوپن اندید ریسرچ انجام میدادن نمیدونم اکسپریمنتیشن انجام میدادن و نهایتا توش دیسکاوری ها یا کشف هایی اتفاق افتاده که در نهایت منتج شده در واقع به خدمت به مشهد مثال مثلا میزنیم مثلا فرض کنید که اینکه ما فهمیدیم دارک matter چیه یا مثلا کشف کردیم چی؟ انرژی اتمی رو. اینا نهایتا منجر میتونه بشه جی پی فهمیدیم چطونسم جی پی بسازیم. خیلی کمک کننده بود. یا مثلا فهمیدیم الکترومگنتیزم چیه. اینا رو کشف کردیم. اینا در نهایت منجر میشن به خدمت به بشر. ولی اون ابتدا که اون ریسرچ شروع میشه اصلا هیچ ایده ای اون گروهی که دارن تحقیم کردن ندارن که نهایتاً چی در درمیاد. خاطر همین شاید بشه آرگیو کرد در, مقا... در, مقابل این در واقع استیتمنت توی پرامت که شاید اگر اون مدل اکسپریمنتیشن ها و ریسرچ ها متوقف بشه و همه بگن فقط بریم سراغ اون هدف باعث بشه که یکم تو این قضیه ما ضعیف بشیم و در نهایت نتیجهش چه نتیجهش اینه که به اون صورت با پتانسیل 100 صد درصد اون نمیتونیم به بشر کمک کنیم to improve people's lives لینکش کنیم در واقع به سوال این یکی از آرگیوهایی که میشه بگیم اینم به همون اندازه مهمه equally important و یا میشه حتی آرگومنت های دیگه ای در واقع اشاره کرد و بحث کرد اون هم این که باید اینجوری باشه باید ساینس در خدمت ارتقای زندگی بشر باشه ولی نه به هر قیمتی یعنی اون یه شرط بذاریم چرا چون خیلی موقع خیلی یه سری حالا نه خیلی ولی یه سری از این در واقع کارهایی که انجام شده برای اینکه بشر راحت تر زندگی بکنه و کیفیت زندگیش بهتر بشه باعث شده که از اون سمت آسیب بزنیم به کره زمین به محیط زیست به جانورهای دیگه به گیاهای دیگه در واقع موجودات زندگی دیگه که در توی همین کره خاکی زندگی میکنن محیط زیست رو از بین ببریم نمیشه میشه اینم حتی بحث کرد که بله the most important باید باشه ولی نه به هر قیمتی ما باید زندگی جانداران دیگه محیط زیست آینده خودمون نسل های دیگه هم در نظر بگیریم هر رفاهی یا هر ارتقایی مناسب نیست به شرط اینکه اوکی باشه در نظر اوکیه ولی اگه قرار آسیبای خیلی جدی و بدی به جاندارای دیگه یا به محیط زیست و به کره زمین بزنه و باعث نابودی بشه در نهایت باعث نابودی خود بشرم میشه توی بلند مادر و این درست نیست و مثلا مثالم حتی بزنیم و سپورت کنیم پس میبینیم میشه از منظرهای مختلف به موضوع نگاه کرد اینا چیزایی که به ذهن من رسید خیلی چیزایی دیگه مسلما به ذهن شما میرسه اون مهم اونی مهمه که شما بهش فکر میکنی شما به ذهنت میاد مطالعه کردی تجربهش کردی مثالش رو میتونی بزنی باید همونو بنویسید امیدوارم که این آنالیز و تحلیل براتون مفید بوده باشه